بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وأئمة الهدى أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاللهم اهد أعداءهم وأعداءك أجمعين من الآن إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. با سلام خدمت شما عزیزان، بیننده در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده تلسم شکنان. در این قسمت مبحث اعجاز علمی قیامت در قرآن رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. خیلی ها قیامت رو در حد یک تهدید و گاهن برخی ها در حد یک افسانه تلقی و قلمداد می کنند، در حالی که از بین رفتن انسان هیچ احدی این رو شوخی و افسانه تلقی نمی کنه. مرگ حقیقتی است که هر انسان با اون روبروست و راه گریزی از مرگ نیست. اگر موجودی هم هزاران سال عمر کند، اما نهایت کل من علیها فان و یا کل نفس ذائقة الموت خواهد بود. و زندگی دنیا در حد یک خواب و یا یک رؤیایی برای این انسان که با مرگ در واقع از بین رفت برایش بیشتر باقی نخواهد موند. خیلی راحت خودمان می توانیم این زندگی 20، 30، 40، 50، 60 سالی که از عمر برخی از ما گذشته، این رو به عنوان یک خاطره معمولا بازگو میشه، در حد یک خواب، در حد یک رؤیا، یک خاطره بازگو میشه، اینجا رفت و این انجام داد و این گزارشاتی در واقع از اون خاطرات خود بازگو میکنه. به تحقیق بعد از مرگ روزی برای حساب کتاب حاضر خواهیم شد. ما سعی میکنیم روز قیامت رو از قرآن بنا به یک معجزه علمی قرآن که امروزه سیستم های پیشرفته اون رو ثابت کردن، اون رو تقدیم حضورتون کنیم. غالب سوره های مکی قرآن به این موضوع پرداخته، به روز قیامت پرداخته، لحظات دقیق و حساب شده ی روز قیامت رو به تصویر کشونده. نحوه برگزار شدن قیامت، نحوه حشر و نشر، نحوه حساب کتاب، نحوه عبور از پل صراط و کل لحظات رو به تصویر کشونده. و امروز بشر ثابت کرده که بر برخی از سیارات امکان زندگی برای موجودات زنده وجود داره و به همین دلیل ما میبینیم که بشر سعی میکنه که پا بر سیاراتی از قبیل مریخ و ماه و زهره و دیگر سیارات سعی کنه تحقیق کنه، تا اینکه زمینه زندگی این موجود، این انسان رو در اونجا بررسی کنه. اما خداوند در قرآن این رو بررسی فرم، این رو مطرح فرموده. در سوره ابراهیم ما میخوانیم، خدا میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین جایگزین خواهد شد، زمین دیگری خواهد آمد. میرسیم به این مسئله که چگونه این زمین جایگزین و جابجا میشه و بشر زندگی جدیدی را بر زمین دیگری، بر سیاره دیگری را آغاز خواهد کرد. و این زندگی جدید همان قیامتی است که در قرآن خداوند از اون نام برده. تحقیقات علمی ثابت کرده که این خورشید انفجار عظیمی خواهد داشت.
و حرارت خورشید بسیار زیاد هست و این انفجار سبب خواهد شد که انفجار خورشید سبب خواهد شد که کره ما و سیاره زهره رو در واقع ببلعد، یا در واقع انفجار خورشید این گستردگی رو ایجاد میکنه که مدار کره ما و مدار زهره رو پوشش میده. این اعترافی است که سایت ناسا این رو بیان کرده. ببین که انفجار خورشید سیاره زهره و کره ماه رو میبلعد و به نحوی این مدار رو پوشش میده. این واقعیت خداوند در قرآن به نحوی دیگری بیان فرموده است. این قرآن 1400 سال پیش بیان شد و هدف تبیین و توضیح قیامت برای کسانی بود که از سیارات و مدارها و حرکت در واقع کواکب اطلاعی نداشتند. خداوند این قرآن رو، این معجزه علمی قرآن هست که مطلبی را ارائه فرمود که برای تمامی اقشار و تمامی در واقع افراد جامعه مطابق عقل همه باشه. خیلی سخته شما در یک، به عنوان مثال بخواین در یک جمعی که مجموعه اقشار جامعه در اون جمع باشن، در یک همایش باشن، شما بخواین مطالبی رو ارائه بدین که اون مطالب هم تخصصی باشه و هم این مطالب تخصصی قابل فهم عامه مردم باشه، معمولا خیلی سخته، مگر اینکه بخشایی از صحبت رو خیلی انسان بیاد با ضرب المثل ها به تقریب از هان مسائل بسیار تخصصی و پیشرفته رو ارائه بده به عموم مردم یا هزار. اما خداوند این حقیقت را به نحوی بیان فرمود که امروزه بشر تونسته اون رو در واقع کشف کنه یا اینکه به اون برسه. ما بخشای از این آیه رو، از این سوره که به نام سوره قیامت نام گرفت، سوره قیامت، لحظات برگزاری قیامت و تا بعد از قیامت، یعنی بر سیاره دیگری که زندگی جدیدی شروع میشه رو به تصویر کشونده. ما بخش از این سوره به علت محدود وقت رو پخش خواهیم کرد. اگر تا خون تصویر لپتاپ رو ما بدید ممنون میشم. با هم صدای زیبای محمد صدیق المنشاوی رو خواهیم شنید و توضیح بعد از اون خواهیم داد. که به نام قیامت نامگذاری شد. خداوند در این سوره سعی کرده در واقع لحظات قیامت رو برای ما به تصویر بکشونه. حال آنکه در آیات متعددی از قرآن روز قیامت به طور وضوح بیان فرموده. فرموده است لا اقسم بیوم القیامه، که در مورد این لا اقسم بیوم القیامه در بین مفسرین اختلاف نظرهای متفاوتی وجود داره. برخیا لا اقسم بیوم القیامه رو به عنوان، حالا برخیا لا را اضافه حساب کردن، برخیا لا اقسم رو یکی از اسالیب قرآنی به شمار آوردن که اهمیت قسم رو به روز قیامت بخواد ثابت کنه. ولا اقسم به نفس لوامه، این هم بازم همون حکایت رو داره، قسم، عظمت قسم به نفس سرزنش کننده، کسی که انسانی که خودش رو سرزنش میکنه، که به علت مبحث برنامه نیست می این قضایا رو میپردازیم. بر صورت انسانی که در هنگام گناه خودش رو سرزنش میکنه متفاوت هست با انسانی که در هنگام گناه بیخیال باشه، به تعبیر خیلی عامیانه و ساده. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، شروع شد. آیا انسان گمان میکند بین که ما نمی توانیم استخوان‌هایش را جمع کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بلکه ما قادر هستیم و این توانایی را داریم تا اینکه با سر انگشتانش او را شناسایی کنیم، یا اینکه از سر انگشتانش او را یکسان کنیم و اون را دوباره مجددا بسازیم. در این باره ما مطالبی در بخش مفصل خود ارائه دادیم، بخش سر انگشتان. بشر در اون وقت سؤال خیلی بسیار ساده، آیا
1400 سال پیش می دانستند که اثر انگشت هست که در واقع انسان با اثر انگشت شناخته میشه؟ آیا می دانستند که با اثر انگشت انسان شناخته میشه؟ نمی دانستند، به طور قطع نمی دانستند. اما خداوند حقیقت علمی بسیار زیبا در این آیه بیان فرمود که ثابت کرد اثر انگشت هر انسان مختص به اوست و اینجاست که بایستی ایمان آورد به این کتاب مقدس. این آیه بدون شک و این قرآن بدون شک تاریخ تدوینش، اگر این تعبیر درست باشه، یا تاریخ نزول قرآن 1400 سال پیش نازل شد و به طور قطع در اون وقت خبری از شناخت این اثر علمی از این معجزه و این علم پیشرفته و مدرن در واقع وجود نداشت. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه انسان میخواهد تا اینکه تبهکاری انجام دهد، گناه کند، فجور کند. یسأل ایان یوم القیامه، یوم القیامه میپرسد چه موقع قیامت برگزار خواهد شد، روز رستاخیز کی هست. فاذا برق البصر، زمانی که چشم در واقع از بین رفت، چه نور چشم کور شد، از بین رفت و در واقع انسان با اون شدت نور خورشید که همه جا را فرا میگیره، انسان این نور چشم خود رو از دست خواهد داد. و خسف القمر و جمع الشمس والقمر، محل شاهد انفجار خورشید، همون چیزی که در واقع ناسا ثابت کرده، بین که انفجار خورشید در راه خواهد بود و این انفجار سبب میشه که سیاره ماه، کره ماه و سیاره زهره رو پوشش بده و در بر بگیره. و جمع الشمس والقمر، ماه از بین خواهد رفت. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان در آن روز خواهد گفت راه گریز کجاست. به وحشت افتاده و در جستجوی راه گریز و راه فرار است. کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، به هیچ عنوان راه گریز و فراری وجود نداره، بلکه در آن روز انسان نزد پروردگار حاضر خواهد شد و مستقر خواهد شد. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، در آن روز انسان اطلاع داده میشه، آگاه میشه انسان به اون چیزی که از پیش انجام داده بود و اون چیزی که برای خود در واقع فرستاده است. بما قدم و اخر، چیزی که انجام داده گذاشته و چیزی که در واقع ذخیره کرده برای ما بعد خود، بعد از حیات دنیوی خود. بحث قیامت در متشکرم اتاق فرمان کافی است تصویر لپتاپ. بحث قیامت در سوره های متعددی از قرآن بیان شده. در سوره نحل میخوانیم، ابتدای سوره نحل، اتا امر الله فلا تستعجلو، امر خدا آمد عجله نکنید. در این که اتا فعل ماضی به کار برد، یعنی آمد، ماضی آمد و تمام شد، گذشت. اما این یک اسلوب بلاغی بسیار دقیق و اون هم قاطعیت وقوع روز قیامت به این که امر برگزاری قیامت صادر شد، خداوند امضا فرمود به این که این قیامت در این روز در این تاریخ برگزار میشه. فلا تستعجلو، عجله نکنید. این همین آیه با همین تعابیر در سوره عنکبوت و در سوره های دیگر باز هم به همین صورت آمده است. و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی، و عجله دارند به این که عذاب برگزار بشه، و اگر نه این بود که ما وقت معینی برای اون معین کردیم، تشخیص دادیم و در واقع قرار دادیم.
در سوره نازعات، اگر تا خوان تصیل لپتاپ رو ما بدین ممنون میشم. سوره نازعات به این صورت با هم دیگر میشنویم. در واقع به طور مفصل خداوند حکایت روز قیامت رو به تصویر کشونده. خداوند میفرماید و نازعات غرقا، و نازعات غرقا، بخشی از فرشتگانی که غرقا به کار برد، از همون واژه غرق یعنی در برگیرنده، اون فرشتگانی که نزع روح می کنند و روح را می کشند در حالی که همه جا را فرا گرفتند، حکایت روز قیامت هست. و نازعات غرقا با سکون را و استغراق رو در بند، و ناشطات نشتا، نام بخش دیگر از فرشتگان که قبض روح می کنند و به آرامی در واقع مؤمنان را قبض روح می کنند. و السابحات سبحا، فرشتگانی که شناورند. حالا این به این صورت در این ترجمه آقای فولادوند در دریای بیمانند. در واقع فرشتگان در جهان هستی و در کون شناورند. فالسابقات سبقا، در مورد امر خداوند، چون خداوند فرمانی را صادر کرد و با همدیگر به سبقت میگیرند برای انجام فرمان الهی. فالمدبرات امرا، و امور را تدبیر میکنند. یوم ترجف الراجفه، محل شاهد، یوم ترجف الراجفه، آن روز که لرزنده بلرزد، یعنی زمین بلرز بیاد. امروز ثابت شده است که یوم ترجف الراجفه، انفجار اول کره زمین، عذر میخوام، انفجار اول خورشید، یک لرزش و یک تغییر و تحولی در حرکت سیارات به وجود خواهد آمد. کره ماه و زهره دمج خواهند شد، از بین خواهند رفت و خورشید اونها را پوشش خواهد داد. در این انفجار عظیم کره زمین سرعتش در واقع، یا مدار کره زمین، متشکرم تخت فرمان، مدار کره زمین و حرکت کره زمین برعکس خواهد شد. ما امروز خورشید رو از سمت مشرق مشاهده میکنیم، اما با این انفجار حرکت دوران کره زمین معکوس خواهد شد و دیگر خورشید از سمت مغرب خواهیم دید. و این مصداق فرمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست در حدیثی که طلوع شمس من مغربها، یکی از نشانهای قیامت، طلوع شمس من مغربها، طلوع آفتاب از مغرب، سمت مغرب، و این بعد از این انفجار هست. بعد از اون خداوند در این آیه میفرماد تتبعها الرادفه، تصویر لطفا بتاق فرمان لطفا بدین، تتبعها الرادفه، در این آیه تتبعها الرادفه، لرزی دیگری در راه، و این رادفه تصویر دیگر، لرزه دیگر در واقع همان از بین رفتن زمین خواهد بود. تصویر لپتاپ تاق فرمان لطفا، تتبعها الرادفه، بله. بعد از انفجار اول کره زمین، انفجار اول خورشید، یک انفجار دیگری در راه خواهد بود و اون از بین رفتن جهان و یا زندگی طبیعی انسان. قلوب یومئذ واجفه، در آن روز دلهایی هراسانند، ابصارها خاشع، دیدگان فرو افتاده، وحشت زده هستند. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، میگند که آیا مردودون، یعنی بازگشتی به کره زمین، بازگشتی خواهیم داشت. اون وقت متوجه میشوند که این وعده هایی که در قرآن و وعید هایی که در قرآن بیان شده حق هست و عین واقع هست. با اون وقت آه خواهند کشید که آیا زندگی امکان داره ما یک نوع تجدید نظری در این قیامت
بشه و ما چند روزی وقت داشته باشیم به کره زمین بازگردیم. اذا کنا عظاما نخره. میگه این حکایت کرده از زبان مشرکین، زبان مشرکین که میپرسند آیا وقتی ما استخوان ریزه‌های پوسیده شدیم میخواد بگه یعنی این اتفاق رو خواهد داد؟ قالوا تلک اذا کره خاسره. میگه با خود میگویند که اگر این چنین باشه واقعا بسیار زیان کردیم. این وحشت، این قضیه بسیار وحشتناک و زیان خواهیم کرد. و در حقیقت آن یک فریاد است. فإنما هي زجرة واحدة. متشکرم اتاق فرمان. و این در واقع یک نوع یک آهی می کشیم. همه انسان ها با برگزاری ما ابتداعا یوم ترجف الراجفه، انفجار اول کره زمین خواهیم داشت، تتبعها الرادفه، یا همون در واژه متون دینی و روایی حدیثی به این صورت داریم، النفخه الاولى والنفخه الثانيه، دمیدن اول و دمیدن دوم. دمیدن اول انفجار خورشید خواهد بود و کره ما و زهره رو در بر خواهد گرفت، و دمیدن دوم دیگر، و در دمیدن اول زمین معکوس میچرخد، خورشید از سمت مغرب طلوع میکنه و مدتی زندگی به این صورت ادامه پیدا خواهد کرد. گفته شده بین نفخه اول و نفخه دوم، بین سور اول و سور دوم 40 سال برطورت وقت هست. این روایات اسرائیلیا در این باره ارائه شده که صحت و سقمون بنده اطلاع ندارم. و نفخه دوم انفجار عظیم و در واقع زمین از بین خواهد رفت. و بعد از اون هست که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. در اون روز زمین عوض خواهد شد و زمین دیگری خواهد آمد. و برزو لله الواحد القهار. در اون روز مردم همه نزد الله حاضر خواهند شد. دوستان در واقع تصویری رو تهیه کردن که من دوست دارم این تصویر رو یک به نحوی سعی شده در این تصویر قیامت به نمایش گذاشته بشه و ما بتونیم این رو تقدیم حضور شما اعلان کنیم با هم دیگر. انشاءالله این تصویری که سعی به تقریب ذهن است در واقع و این واقعیت برای میتونیم بگیم شاید بخش بسیار کوچیکی از اون حقیقت قیامت هست که سعی شده در این تصویر به نمایش گذاشته بشه. با هم دیگر اگر تا خوانان لطف کنید تصویر لپتاپ رو ما بدین ممنون میشم. تصویر لپتاپ تاق فرما لطفا. خب اگر تا خوانان اجازه بدین ما به نحوی این مشکل ببخشین. خب تصویر لپتاپ لطفا.
اکتفا خواهیم کرد به همین اندازه. متشکرم تقریبا. البته این عذر میخوام از اینکه مشکل فنی در این تصویر وجود داشت در صدا، برصورت در این تصویر سعی شده بود به این که لحظه وحشت روز قیامت به تصویر کشونده بشه، هرچند که میتونیم بگیم شاید یک میلیونم اون وحشت ما نتونیم مجسم تصور کنیم. روزی است که کره زمین ریز ریز خواهد شد. خداوند در مورد این روز در سوره کورت به طور وضوح بیان میفرماید: اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت. همه این مطالب مطرح میکنه. شاید در میتونیم بگیم در 50 سال گذشته که در واقع اوج ضد دینی وجود داشت، اینها رو به عنوان یه تهدید گفتن. این هدف اینه که مردم رو بترسونن، به این که مردم نماز خون بشن، مردم روزی بگیرن، مردم زکات بدن، مردم دیندار بشن در حقیقت، و این واقعیت نداره. اما امروز سیستم های پیشرفته، اعترافات ناسا، و ناسا پایبند به هیچ اعتقاد اسلامی در واقع نیستن و قرآن رو قبول ندارن، اما وقتی میان و این حقیقت ها رو بیان میکنن، مصداق همین اموری که خداوند در قرآن بیان فرمود، چیزی باقی نمیمونه جز این که بگیم یا الله سبحانک ما اعظمک، چقدر بزرگواری بار اله. میان برنامه کوتاه خواهیم دید و بعد از اون پیامگیر شما عزیزان، و اگر اتاق فرمان، ویدیوی یکی از مهتدین، در واقع مجموعی از مهتدین تهیه شده. ما دوستانی در واقع و یا اروپایی ها و غربی ها متوجه عظمت این قرآن شدن، متوجه عظمت اسلام شدن، که انشاءالله پس از پایان برنامه این کلیپ پخش خواهد شد. بعد از پایان برنامه این ویدیو رو مشاهده خواهیم کرد، میان برنامه خواهیم دید و بعد از اون میان برنامه پیامگیر شما عزیزان و مهتدین و همچنین صدای گرم شما ایزان را به طور زنده خواهیم شنید. باز میگردیم، با ما همراه باشیم. When this is taking place, the mother who's got a child, she on that day will remember that she had a child. Why? Because the sound of the horn. The sound of the horn is so terrifying that you will see mankind will be in a drunken state, but in reality they won't be drunk. The hadith of Abu Huraira comes to mind. He said the shaitan and his army will begin to run and they will begin to hide. They will begin to run and they will begin to hide. The Quran says on that day there is no refuge. He will look above the people and what will they see? They will see the sky will look like the black filth of oil. It will crack piece by piece. The earth beneath them, it will crack piece by piece. The oceans will be on fire on that day and they will explode from their places. Allahu Akbar, picture this in your mind, that the oceans, they will be on fire and they will explode from their places. The stars will lose their shine and they will come crashing down and there'll be darkness everywhere. And when there is darkness everywhere, nothing will remain. Every single thing in the universe will come to an end. The hadith of Abu Huraira says, that the angel of death, it will say to Allah, O Allah, all those are in the heaven and all those are in the dunya, they have come to an end, except for those who you wish to remain alive, O Allah. Allah will say, who remains? And the angel will say, O Allah, Jibreel remains, Mikael remains, Israfil remains, and the angels who are carrying your throne, they remain. Allah the Almighty will say, let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne. Then Allah will say, who remains? Ya Allah knows who remains.
Allah will say to the angel of death, who remains? And the angel will say, O Allah, I remain, you remain, no one else remains. Yet then Allah will say, I created you for a purpose. You have fulfilled your purpose. You also die and he will die. And then Allah the Almighty, he will roll up all the heavens in his hands. He will roll up all the worlds in his hands. And Allah will raise his voice and Allah will say, I am the Almighty Allah. I am the Almighty Allah. For whom is the divine rule today? For whom is the power today? For whom is the kingdom today? I am the King of all kings. Where are your dictators? Where are your oppressors? No one will answer. Allah himself will answer. And Allah will say, power is for Allah. Might is for Allah. The one, the only, the irresistible. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. سلامی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه زنده هفتگی تلسم شکنان. سخن ما در این برنامه شناخت اللهی که خالق، آفریدگار و معبود بی همتاست و اون هم از لابلای کلام پاکش، کتاب مقدسی که 1400 سال پیش نازل شد و حقیقت‌های علمی در اون ثابت شد که امروز بشر را بهت زده کرد، سیستم های پیشرفته رو عاجز کرد از این که بتوانند اختراعات رو به نام خود ثبت کنند. ما در این بخش صدای شما عزیزانی که در پیامگیر صدا گذاشتین پخش خواهیم کرد. عذر میخوام از عزیزانی که صدا در پیامگیر گذاشتند و به علت محدودیت وقت اون فرصت، در واقع این افتخار رو نداریم که صدای این عزیزان رو بشنویم. همچنین من تشکر میکنم از طلاب جوانی که در حوزه های علمیه برای احقاق توحید فعالیت میکنن. تلسمی شکنانی هستن که در حوزه های علمیه فعالیت میکنن. پیام ما به این طلاب جوان، ما طبعا صدای شما رو پخش نخواهیم کرد به علت اینکه دوست نداریم خدای ناکرده دردسری برای شما عزیزان درست بشه، اما از این طلاب جوان که خواستند بر صورت از حوزه های علمیه را رها کنند، ما پیام خواهیم داد به هیچ عنوان حوزه های علمیه را رها نکنید، در حوزه‌های علمی باقی بمانید و همسنگران خود رو به این توحید در واقع راهنمایی کنید، تا اینکه شما طلاب جوان، ما می‌دانیم که اصل و اساس و در واقع هیچ ایرانی فکر خرافی رو نمی‌پذیره. پس شما در حوزه‌های علمی که فعالیت دارین به همین روش، با همون سبکی خودتون فرمودید، با مراجعه به قرآن که به حمد الله سبب هدایت مجموعه زیادی از طلاب در بخش از این حوزه های علمی که من اسم حوزه ها رو نمیبرم، اسم این شهرها رو نمیبرم، به طور مستمر این فعالیت رو انجام بدین و همون کافی است. شما قرآن را ارائه بدین، بعد از قرآن خود به خود سنت رسول خدا و احادیث فرمایشات صحیح رسول خدا خود به خود مثل روز روشن برای همه نمایان میشه، همون که همون روش. مطمئنن خداوند در قرآن مواردی که سبب ورود به بهشت بشه رو از قرآن فراموش جا نگذاشته و مواردی که نجات از جهنم در اون وجود داره حتما در قرآن بیان شده. مهمترین قضیه نجات از جهنم هست. ما بایستی، حکایت ما حکایت نیروهای آتش نشانی است که بایستی مردم را نجات بدیم از این آتش هولناکی که داره مردم را میبلعه. فرض بفرمایید ما همون آتش نشانی هایی هستیم که بر صورت اونهایی که از دست ما رفتن و نتونستیم اونها را نجات بدیم، الان آیندگان را نجات بدیم، نذاریم مردم بسوزند. و این مهمترین در واقع توفیقی است که شاید خداوند به همه آتش نشان، نیروهای آتش نشانی داده و این جهاد در راه خداست. این یک نوع در واقع خیرخواهی برای بندگان خداست با روش بسیار زیبا و محترمانه ای که به حمد الله شما طلاب جوان نتیجه اون رو دیدین. حتما ادامه بدید و حتما نتیجه اون رو
ما مطمئن هستیم کمتر از 2 سال دیگر در جامعه ایران شاهد تحول عظیمی خواهیم شد. به حمدالله خبرهای بسیار خوبی از راه میرسه. مجموعه از افسران و فرماندهان به حمدالله در زمینهای مختلف بازگشتن و این مایی افتخار ماست که میبینیم ما ایرانیان بازگشتیم به توحید الله. مجموعی از این صداها رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون صدای شما از اون رو خواهیم شنید. اولین بیننده رو پخش خواهیم کرد. با سلام، بنده علاقه اجرایی دارم که برنامه باشیم تدت شکران. خب من عذر میخوام، مشکل داشت. فایل بعدی. سلام علیکم. سلام بر تمام برادران موحد و خواهران موحد. من الحمدلله از کفر و شرک و بت پرستی و امام پرستی به جای الله پرستی هدایت پیدا کردم به سوی الله سبحانه و تعالی و پرستش خالص الله. برادران خالص انسان را. شما در خیلی از مواضع اسلامی به حق هستید و بنابراین خواهشمندم برنامه هایی بگذارید که با این روحانیون اهل تشیع بحث صورت بگیره و مواضع حق توحیدی مورد بحث قرار بگیره. من جمله حضور برسن اهل سنت که صحیح تو قرآن هست، من مطالعه کردم صحیح را در معرض بحث بذارید تا شیعیان ایران روشن بشن، واقف بشن. همچنین مسائل دیگر اینها را در مورد بحث قرار بذارید تا مردم به سوی توحید بیان. در این مذهب که شیعه اسمش هست اصلا معرفت الله نیست، شناخت خدا نیست. عرض به حضورتون انتقال شناخت خدا نیست به مردم که مردم خدا رو بشناسن، به سوی خدا برن، حاجاتشون از الله سبحانه و تعالی بخوان به جای این که از بنده خدا بخوان، از قبر بخوان. و اینها رو انشاءالله شما یک زمینه فراهم بکنید که این بحث ها بشه و مردم واقعا روشن بشن. مردم بیگناهن، مردم دور از آگاهی هستن، مردم را نمیذارن آگاهی بهشون برسه، مردم را نمیگذارن معرفت الله حب الله بهشون برسه. همونطور که قرآن میگه الذین آمنوا اشد حبا لله، قرآن میفرماد، خداوند رحمان میفرماد ادعونی استجب لکم. کجا واسطه هست؟ کجا توسل هست؟ ما را روشن کنید، مردم را روشن کنید تا موحدین جمع بشن دور کلمه الله، به حبل الله بپیوندن. نور الله بر جامعه حاکم بشه به جای اینکه همه چیز شده است توسل و واسطه و اینها. من خیلی ممنونم از برنامه هایی که میذارید، بازم به هر حال روشنگره. برای همین که یه شیعه وقتی میاد تو مکه اینقدر تحت تاثیر توحید قرار میگیره، این همه در معرض نور قرار میگیره. خب میبینه وقتی این تبلیغاتی که میشه که مردم رو از الله سبحانه و تعالی دور کردن و به سمت بندگان خوب خدا البته کشوندن، توسل، واسطه‌گری، اینها شرکه. ولی خیلی ممنونم این مواضع رو من بیان کردم و الحمدلله رب العالمین من به توحید رسیدم. الله خدا حافظت. خدا نگهدار شما. چقدر زیباست وقتی انسان میبینه یک بنده خدا از آتش نجات پیدا کرد. به الله قسم تنها در سایه توحید الله امکان نجات از آتش وجود داره. باور بفرمایید مهمترین قضیه‌ای که خدا را به خشم می‌آورد شرک به الله است و شیطان بسیار ماهرانه این آب زلال ما رو فاسد کرد به نام اینکه اینها بزرگان هستند، معجزه هایی دارن، فلان دارن، دعاها و حاجات ما را میدهند و آمدن و این شیطان برای مبارزه با الله فقط آمد و بندگان را از الله دور کشید. به نام چی؟ به نام واسطه، به نام شفیع، به نام توسل، به نام فلان، و انسان با الله دور شد. به الله قسم و به طور قطع و یقین ایمان دارم به این که اگر
ما الله را به عنوان یه دوست، ما الله را به عنوان یه دوست میدانستیم و میشناختیم، مشکلات زندگی ما حل میشد. دیگر افسردگی، دیگر گرفتاری و فلاکت نخواهیم داشت. مثل انسان در واقع حکایت همان پیامبرانی است که در جلو و چشمشان مصیبت و فلاکت از آسمان ها و زمین میرسید، اما با یک پوزخند و یک لبخندی میدانستند که این امتحان الهی است و خم به ابرو نمی آوردند. به شما تبریک میگم بیننده عزیز و امیدوارم بتوانید جامعه و محیط پیرامون خود رو، افراد پیرامون خود رو به راه توحید که زلال هست. ببینید حکایت توحید خداوند در قرآن چه زیبا بیان میفرماید. میفرماید یک انسان، یک برده، یک صاحب داره. یک برده، اصلا خیلی ساده تر و عامیانه تر، یک کارمند، یک مدیر مسئول داره و شرح وظایفش همون مدیر مسئول رو بهش توضیح میده. این کارمند خیلی راحت منظم کاراشو انجام میده. حالا برعکس، اگر یک کارمند 10 تا مدیر مسئول داشته باشه، هر مدیر مسئول یه چیزی بهش بگه، آیا این کارمند میتونه در واقع به طور منظم کاراشو انجام بده؟ به طور قطع نمیتونه. همون حکایت آشپز که دوتا شد، آشاشور میشه یا بینمک. ولله المثل الاعلا، ما انسان ها اگر یه معبود داشته باشیم، فقط الله، خیالمون راحته دیگه. میدونیم این در الله رو فقط بایستی کوبید دیگه، این قفل بارگاه امام رضا و شاه عبدالعظیم و شاه چراغ و اون یکی و سید خلیل و سید جلیل و سید کریم و شاه امامزاده بیژن و امامزاده سهراب و امامزاده کوروش و امامزاده اینها رو نمیکوبیم، چون میگه فقط یه الله، یه خدا داریم، یه مدیر داریم. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب و القى السمع و هو شهید. به خود رحم کنیم، باور بفرمایید روز آخرت شوخی بردار نیست. مشکل اینه که کاش میشد در روز آخرت یک تصمیم دیگری گرفت، تجدید نظر کرد، اما اونجا دیگه تجدید نظری نیست. یک ثانیه هم به ما مهلت نمیدن بازگردیم به دنیا. خب صدای دیگر بینندگان رو خواهیم شنید. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. درود الله بر تلسم شکن تاریخ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. متشکرم بیننده عزیز. بیننده بعد رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دست‌اندرکاران محترم شبکه بزرگوار کلمه و خدمت سرور عزیزم آقای سید عقیل هاشمی، سید بزرگوار و علامه محترم آقای حیدری و استاد ترشابی و استاد خدمتی و دیگر عزیزانی که در اتاق فرمان خدمت میکنند. بنده از خوزستان مزاحم میشم، شیعه هستم و 35 سال سن دارم، ولی مدتی است که از مذهب پوشالی تشیع به مذهب بزرگوار اهل سنت پیامبر و جماعت بزرگوار اهل سنت گرویدم و شعری را در خصوص مادرم بی بی عایشه صدیقه سرودم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مادرم بی بی حمیرا، زنی از نسل و پاکان و شهیدان. سلام ای مادرم، جانم فدایت، به قربانت شوم من زیر پایت. سلام ای مادرم، جانم فدایت، به قربان رهت من خاک پایت. سلام ای مادرم، ای سرور زنهای اطهر. سلام ای مادرم، ای مادر زهرای اطهر. سلام ای مادرم، ای مادر زوجات احمد. سلام ای مادرم، ای مادر آل محمد. سلام ای دختر صدیق اکبر، خداوندت بود الله اکبر. سلام ای همسر پاک پیامبر محمد، همسرت شد در دو عالم. سلام بر دختر صدیق اکبر، سلام بر همسر پاک محمد، که از سوی خداوند جهان آمد به احمد، که او مادر بود بر هر دو عالم.
مخور غم که او اهل بهشت است. نوشتیم نام پاکش بر سر عرش، خطاب آمد که نامش در کتاب است، که او مادر بود بر مؤمنانش. سلام و صد سلام بر نام پاکش، که تا روز قیامت باد یادش. در آخر من سپاس گویم خدا را، که بر ما داد چنین نعمت تمام را. خدا حافظ شما. خدایا نگهدار شما بیننده عزیز. تشکر میکنم و به شما تبریک میگم بیننده عزیز و تمامی خوزستانی ها و اهوازی های عزیز، تمامی عرب زبان های عزیز اهواز و فارس زبان های عزیز اهواز. شما ایران هیچ وقت مقاومت شما، فداکاری شما، قربانی شما در قبال در واقع حمله بیگانگان به ایران هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. شاید امروز از شما با زندانی و اعدامی داره قدردانی میشه، اما مطمئن باشین روزی خواهد آمد که گل طلایی و مدال طلایی رو به گردن تک تک شما عرب های عزیز، اهوازی های عزیز، خوزستانی های عزیز، خرمشهری های عزیز، آبادانی های عزیز به گردن تک تک شما آویزان خواهد کرد. شما بودین که در واقع امروز آزادی و زندگی در واقع برای ما ایرانیان، ملت عزیز ایران مدیون شما هستن و دیگر شهرهای مرزنشین عراق که در اون وقت در واقع و دیگر مرزنشینان که حمایت کردن از ایران. متشکرم. اما سعی کنیم در تعابیری که به کار می‌بریم حتما حد وسط رو در نظر بگیریم. قرار نیست اگر ما حضرت عایشه رو دوست داریم یا حضرت رسول رو دوست داریم یا حضرت عمر رو دوست داریم یا دیگر بزرگان بیایم و اون در اونها غلو کنیم، افراط کنیم. متشکرم. بر صورت مطالب و اشعار بسیار زیبا بود. بیننده بعد رو خواهم شنید. حالا سلام علیکم خدمت برادر و شبکی کرمه. سلام و رحمت الله. قرار از موضوعات اینه که میخواستم بگم که واقعا بگه پشیمونم از دین قبلی خودم. من فیلمان زیاد نمیدونم فارسی صحبت کنم، برای همین فارسی مشکل داره. من از دهلی نوی زنگ زنم خدمت آلمه شفتی کلمه میخواستم بگم که دیگه پشیمونم از دین قبلی خودم. واقعا چطور ممکنه چنین دینی رو که از بشه رو دوست میخوان ما رو بزنیم این دین رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. به شما تبریک میگم برادر عزیز. بیننده بعد رو خواهیم شنید. سلام. سلام. من شیعه بودم، تسنن شدم. مثلا چند بار تماس گرفتم. خواهیم تسنن خیلی سخته، آدابش و رفتارش. چون شیعه بودم خیلی راحته. میتونی نماز نخونی، دزدی بکنی، هر کار دلت میخواد بکنی. حالا چه کار کنم؟ من میخوام شیعه نباشم، یعنی دزد نباشم و همه فرقه نباشم، تسنن باشم و به راه درست و خوب عمل کنم. چه کار کنم؟ اینو جواب منو بدید. من ایمیل ندارم برای شما بفرستم، همین تلفنه. واقعا اینو دارم از تای دلم میگم، خدا شاهده، خدای بزرگ خودش شاهده. چون شیعه یعنی دزد و پدر. عزیزم میخوام دست نگه دارید بیننده عزیز. شما یک مطلب و یک مورد را عمومیت ندید. ما در بین شیعیان عزیز بزرگوارانی داریم که این گونه نیست. اگر منظورتون به هر صورت مبحث خمس هست که به این صورت، من سعی میکنم، تمنام دارم در واقع از شما عزیز در تعابیر خیلی دقیق باشیم، دقت کنیم، مبادا احساسات کسی رو آزرده خاطر کنیم. من سعی میکنم بخشی از این فرمایشات شما رو پخش کنم. اگر تعابیر نامناسبی دیگری بود عذر میخوام از این که نمیتونم کامل صحبت های شما رو پخش کنم. سوختبازی و حقبازی و همه فن حریف در کشورهای میبین مثل امارات، مثل مکه، مثل کشورهای که تسنن هستن، چقدر مردم رفتارشون همه چیزشون درسته. در این مملکت چیه ببینید چه کارهایی که چه جنایت ها میشه. از این بالا بالا گرفته دروغ، حکومت دروغ هم در دروغ هم در دروغ و فقط دروغ و جنایت. روح مغول سفید شد.
چنگیز خان مغول رویش دفید شد. متاسفانه چی کار بکنم که من بخوام از این سستمین بودنم بتونم استفاده کنم، چون عادت کردیم 40 سال شیعه بودیم. اصطلاح شیعه، کلمه شیعه نمیدونم شیعه کی درست کرده. به خدای بزرگ می سپارم این شبه که کلمه همه شما رو خدا نهدار شما. بیننده عزیز یک مطلب داشته باشین، هیچ وقت دین را بر اساس ملاک تدین افراد نباشه. شما اندیشه خود را تغییر ندید به خاطر این که مثلا من رو دیدین که انسان خیلی بدی هستم، گفته خب پس این به درد نمیخوره من، یا این که فلانی انسان خیلی خوبی هست پس بگین چون فلانی آدم خیلی خوب من میرم دیگه. نخیر، دین اساس دین این کتاب مقدس است، این قرآن هست. شما اندیشه رو بر اساس یک دستورالعمل، یک قانون اساسی بر اساس اون این دین رو، اعتقادتون، اندیشاتون رو پایه‌ریزی کنید. در این بحث شما از جان خواهیم چه به همین اندازه اکتفا خواهیم کرد و عذر می‌خوام بار دیگر از طلاب جوانی که پیام گذاشتید و اعلام در واقع فعالیت خود را اعلام کردید. من تشکر می‌کنم، تبریک می‌گم به شما، به فعالیت خود را به طور گسترده ادامه بدین و مطمئن باشین به هر صورت دنیا حکایت این زمین مانند گردونه است که خداوند هم می‌فرماید در خود تلک الایام نداولها بین الناس. روزگار میره، زمانی فرعون در مصر حرف اول را میزد، خود را پادشاه و خدای مردم را میدانست، اما کجا رفت؟ از بین رفت. نمرود، همین دوران خودمون، صدام ها کجا رفتن، قذافی ها کجا رفتن، بن علی ها کجا رفتن، مبارک ها کجا رفتن، و همه اینها رفتند، از بین خواهند رفت. به همین دلیل هیچ وقت مایوس نشید و ادامه بدین با قدرت تمام، فقط در شرایطی که شما در حوزه ها تشریف دارین با قرآن، با تفسیر قرآن ادامه بدیم. ما در این برنامه صدای شما از آن را خواهیم شنید و آیه‌ای که در سوره فاطر دوست داریم محور موضوع برنامه در این مورد این آیه باشه. اگر تا کن تسلیل لپتاپ را ما بدین ممنون میشم. ما محور برنامه رو چون توحید الله هست در این قضیه قرار میدیم. خداوند در آیه 22 سوره فاطر، آیه 22 سوره فاطر جزء 22 چنین میفرماید: و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند، خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند، و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. آقای ناصر مکارم شیرازی در ترجمه این آیه را به این صورت ارائه داده که صدای زندگان به مردگان نمیرسد. خطاب به پیامبر خداست که ای پیامبر، ای محمد، تو نمیتوانی صدای خود را به قبر برسانی، به مردگانی که در قبر در گور خفتند. ترجمه مرجع عالی قدر جهان تشیع آقای ناصر مکارم شیرازی است به این که ما صدای خود را به مردگان در قبر نمیتوانیم برسونیم. اما روحانیون و بخشی از روحانیون ایران مدعی هستند که خداوند این آیه رو صحیح والعیاذ بالله نفرموده. به همین دلیل دستور و توصیه است که نزد قبر امام رضا، شاه عبدالعظیم، شاه چراغ، سید خلیل، سید جلیل و 12,000 امامزاده رسمی و هزاران امامزاده های غیر رسمی مردم بروند و سر قبر از صاحبان قبر در واقع شفیع و وسیله خود قرار بدن و با اونها مکاتبه و مخاطب باشن. سوال مطرح میشه و اونم این که آیا خداوند صحیح فرمود در این آیه که میفرماید تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور برسانی، و یا این که روحانیون صحیح میفرمایند؟ و ترجمه ناصر مکارم شیرازی مرجع عالی قدر جهان تشیع بود که تقدیم حضورتون شد. اولین بیننده را خواهیم شنید. سلام بر شما آقا محمد، بفرمایید. آقا محمد از خراسان، سلام بر شما. سلام جناب هاشمی. سلام و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکات. سلام جناب هاشمی. سلام و رحمت الله. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. سلام علیکم. خسته نشدم. شما هم خسته نباشید. خداوند در آیه 22 سوره فاطر بفرمایید. جناب هاشمی، جناب هاشمی خوشحالم از اینکه با شرکت خودمون تماس گرفتم. لطف داری، ممنون. یک پیشنهاد دارم من، ببخشید که راجع به برنامه‌تون سوالتون نیست. یک پیشنهاد دارم راجع به شبکه ولایت. من بعضی موقع که پای این برنامه میشینم، جز این شبکه‌های اهل سنت و جز وهابی نمیخونه. من یه خواهش از ایشون میکنم، چون من هرچی سعی کردم با شبکه‌شون نتونستم تماس بگیرم. من یه خواهش از ایشون دارم، ما اهل سنت ایران یک شبکه حداقل در ایران بمون بدن که جزء وهابیون نباشه، یعنی بتونیم استفاده کنیم حداقل. ایشون همیشه که 4 تا شبکه اهل سنت رو
داره وهابی میخونه، یعنی شباتیم وهابیان، اونهایی که از ایران خارج شدن، اونهایی که نمیدونم خارجن، خلاصه دیگونه. فقط میخوام این آقای قزوینی بدونه که آقا یک شبکه برنامه‌سنتی ایران حداقل در نظر بگیرید که وهابی کی. ماهایی که ایرانی هستیم منظور ایشون اینه که ما وهابی نیستیم، شماهایی که اونور بریم تلاش میکنیم برای دین، اینا شما رو وهابی میدونن. ما میخوایم یک شبکه داشته باشیم که آقا ما اهل سنت چه گناهی داریم که تو این 30 چند سال یک شبکه نداریم؟ آقا محمد از خراسان پیامتون رو شنیدیم، اجازه می‌دهید اگر بیننگان رو بشنویم. بله، برای حفظ وحدت امت اسلامی اهل سنت مسجد نبایستی داشته باشن، اهل سنت مساجدشون تخریب بشه، اهل سنت مدارس دینیشون تخریب بشه، علماشون شهید بشن و در زندان بیان و شبکه، همه اینها برای حفظ وحدت هست. و میگن که نگویید عزیزان ما اهل سنت، بلکه بگویید انفسنا اهل سنت. این تعابیر بسیار زیبایی که واقعا آدم میمونه. بر صورت بنده فکر میکنم چون این روحانیون از جبل آمل لبنان تشریف آوردن در ایران، شاید خیلی از واژه ها معنای دیگری میده، حالا اینکه ما نمیدونیم. وحدت شاید منظور این باشه که سرکوب کنید اهل سنت را و برای حفظ وحدت اهل سنت، یا مثلا نگویید عزیزان اهل سنت انفسنا اهل سنت، بلکه بگویید انفسنا، شاید منظور دشمنان ما اهل سنت منظور این باشه. وگرنه در شرایط واقعا خندیدن به عقل عموم ملت است. بیننده بعد رو خواهیم شنید. آیه 22 سوره فاطر، خداوند می‌فرماید ای محمد، تو نمی‌توانی صدای خود رو به کسانی که در قبر در گور خفتن برسانید. و این ترجمه ناصر مکارم شیرازی است. اما روحانیون ایران معتقد هستند که این اعتقاد صحیح نیست، بلکه انسان می‌تواند صدای خود را به اهل قبر برساند. در این مبارزه بین خدا و روحانیون ایران که برگزار شده، حق با کدام یکی است؟ آقا محمد از امارات متحده عربی سلام بر شما. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. طبعا حرف خداوند درستره، اما یه سوالی هست که چرا پیغمبر زمانی که ابو جهل اینا مردن، چرا خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونا حرف زدن؟ بله. سوال منه. بله، معجزه حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، همونطور که حضرت عیسی مردگان را زنده میکرد، همونطور که حضرت موسی ما اصحاب اژدها شد، و این هم یکی از معجزات رسول خدا بود. آقا محمد، خب متشکرم، گویا پاسخ رو گرفتین. بر صورت بیننده بعد را خواهیم شنید. آقا شهید از مشهد، خداوند در آیه سعید، آقا سعید از مشهد، خداوند در آیه 22 سوره فاطر میفرماید ای محمد، تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفتند برسانید. و این ترجمه آقای ناصر مکارمی شیرازی است. اما روحانیون ایران معتقد هستند که انسان میتواند صدای خود را به کسانی که در قبر هستند برسانند. شما کدام مورد را صحیح میدانید؟ آیا ادعای روحانیون ایران صحیح است یا فرمان الله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای هاشمی. سلام آقای هاشمی، این که شما میگین خداوند هر جا که بخواد، بله دقیقاً این درسته و به قدرت خدا و به اذن خدا، خداوند صدای ما را به تمام امامان و پیامبر میرساند به اذن الله. خداوند قدرتش لایزال است، خداوند قدرتش کم نمیشود، هر کجا که بخواهد سخن ما را به هر کس که بخواهد میرساند. و این دقیقه این نیست که من خودم از طرف خودم صدا برسونم به هر کسی که دلم بله. آقای سعید، میدونید مطلب شما مثل چیه؟ مثل اینکه یک کسی بگه آیا خداوند میتواند سنگی را خلق کند که خودش نتواند بلند کند؟ یعنی این اصلا اصلا اون سوال اشتباهی عزیزم. خب، یعنی ببینید آقای سعید، این سوال شما به این حالته، خداوند چیزی رو خلق کنه خودش نتونه اون رو از بین ببره. سوال، تصویر لپتاپ رو ما بدین. ما در مورد این آیه الان ببینید، تصویر لپتاپ تو فرمان، خداوند در این آیه میفرماید وما انت بمسمع من في القبور. و خود آقای ناصر مکارم شیرازی هم به حمدالله در اینجا ویرگول گذاشته. ببینید بعد از ویرگول جمله جدیدی شروع میشه، و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسان. این رو چگونه تفسیر میکنید؟ من دوست دارم تفسیر شما را بشنوم. بله، منم صحبت کردم، حالا شما به عنوان عالم میتونین من چی میگم و میخوای بپیچید که هیچ کس نمیتونه بدون اذن خدا حتی یه برگ از درخت نمیفته. خب آقای محترم، ببینید بدون اذن خدا مثل چی؟ ببخشین، مثل این که کسی بگه کسی نمیتواند بدون اذن خدا انسانی را خلق کند. بله، حضرت مسیح با اذن خدا خلق میکرد. خب من خلق میکنم،
خداوند قدرت داده به حضرت مسیح، هیچ نه خدا حسوده و نه قدرتش تموم میشه، خداوند قدرتش لایزاله. نمیدونم شما چرا اینو نمیفهمید بابا، خدا قدرتش تموم نمیشه، به هر کس که بخواد قدرت میده و به من قدرت میده که بخوام صحبتمو به کسی برسونم. اگر پس خدا نخواهد پس در واقع پس در واقع باعث بین صورت گفت که ای انسان ها، شما شهدا و مردگانی که شهید هستند صدای شما را میشنوند و ما انت به مسمع من فی القبور، و تو نمیتوانی صدای خود را به اهل قبر برسانی مگر به اذن خدا. درسته این تفسیر درسته؟ خب هیچ کس نمیتونه خب. این به اذن خدا آقای سعید این به اذن خدا را شما از کجا آوردین تو این آیه درج دادین؟ آیه شما میگین و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستن، خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند. خب. و تو نمیده آقا من نمیتونم. خب. ولی خدا که میتونه پیام منو به کسی آقای میرسونه. محترم این اذن خدا شما از کجا آوردین؟ من سوال، اذن خدا در این آیه از کجا آوردین؟ اینکه خدا بخواد هر کار میتونه بکنه، درسته یا نه؟ شما اینو خب خدا هر کاری بخواد میکنه. بله خدا همونطور گفتم سنگی رو میتونه خلق کنه که خودش نتونه بلند کنه. خود نه، این سوال که شما میپرسید اصلا این سوالیه که فقط مشرکین و کفار میپرسن از مسلمان و سلام، و هر کسی سوال رو بخواد از کسی بپرسه، این سوال توی سال سوم راهنمایی. خب متشکرم آقای سعید. آقای سعید فکر کنم اتلاف وقت فقط هست، جدل و چونه زدن کودکانه. آقای سعید، بینندگان زیادی پشت در واقع شاهد برنامه هستن، 40-50 میلیون بیننده داره این مطلب میگه. اما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی صدای خود را به مردگان برسونی. یا اینکه به عنوان مثال مثل اینکه بگین آقا خداوند هست که قیامت برپا میکنه و حضرت علی میتونه قیامت برپا کنه به اذن الله، آقا میتونه فلانی مثلا فردن قبض روح بکنه به اذن الله، میتونه انسان شریک خدا باشه به اذن الله، میتونه فلانی خدا باشه به اذن الله، میتونه فلانی، همین اذن الله اضافه بشه هر چیزی میشه آورد. خیلی خنده داره انسان بیاد و بزرگ آ فلانی میتونه مرتکب کار گناه بشه مثلا به اذن الله، فلانی میتونه هر چیزی میخواد به اذن الله آورد تموم شد رفت دیگه. یعنی شما بزرگترین گناه را بیارین فقط کافی است یک اذن الله اضافه کنید تمام شده رفت. خب دیگه شرک چیه؟ آقا مشرکین مکه میگفتند آقا بت لات و منات و عزا به اذن الله هستند که به ما رزق و روزی ما میدن، خب یه چیز دیگه میگفتن؟ هیچی نمیگفتن. اسم اون لات بود، اسم یکی شاه چراغه، اون منات بود این شاه عبدالعظیمه، فرقی نمیکرد. اون تنها یه فرقی بود، میدونی چه فرقی بود؟ فرقش این بود که مشرکین مکه در هنگام مشکلات یا الله میگفتن، ولی ما در هنگام این مشکلات میگیم بیمه با ابوالفضل یا مهدی ادرکنی میگیم. این فرق بین ما و اونها بود متاسفانه. اگر ابو جهل زنده بشه در جامعه ایران ما بیا زندگی کنه بهش میگن وهابی، ابو جهل وهابی بهش میگن. چرا؟ چون ابو جهل در هنگام مشکلات میگه فقط یا الله بگین، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، یا الله میگه آقا جان اینجا دیگه لات و منات نگین، یا الله بگین. بابا ابو جهل وهابی شده. خب بیننده بعد را خواهیم شنید. خداوند در آیه 22 سوره فاطر میفرماید ای محمد تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته‌اند برسانی. ترجمه ناصر مکارم شیرازی. اما روحانیون ایران معتقد هستند که خیر، خداوند در این آیه صحیح نفرموده. دوست داریم آقا ابو مهدی از ایران در این باره اظهار نظر بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما برادر دانشمند. ممنون. سلام بر شما. و سلام بر بینندگان فهیم شما. سلام بر شما آقا ابو مهدی عزیز. همونطوری که شما فرمودید وقتی خداوند به پیامبر میگوید تو نمیفهمی آیا و نمیتوانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی، آیا ما از پیامبر بالاتر هستیم که بتوانیم صدای خودمان رو به گوش دیگران برسانه، به گوش مردگان برسانه؟ احسنت. و این برادر سعید که فرمودن که خداوند صدای ما را به گوش اونها میرسانن، آیا خداوند واسطه بین ما و اون کسی که در قبر خوابیده هست خدا واسطه میشود و میگوید که تو آقای فلانی گفته که تو بیا پیش من شفیع شو؟ این یک چیزی هست که اصلا هیچ عقل سلیم این رو قبول نمیکنه که خدا واسطه بشه هر که من رو بره به یه مرده برسونه، بعد اون مرده باز پیش خدا از من شفاعت کنه. مثالی بود که این برادر بزرگ زد که اصلا تعجب آور بود از یک فرد که در امروز زندگی میکنه بیاد همچون مثالی بزنه.
بله. بحث دوم که ایشون مطرح کردن که اذن خدا، بله اذن خدا برای حضرت عیسی برای یک بار بود، نه اینکه همیشه حضرت عیسی مرده زنده میکرد یا کور رو شفا میداد. یک بار اونم به خاطر این بود که ایشون معجزه پیامبری خودش رو برای دیگران ثابت کنه، نه اینکه همیشه ایشون هر جا می رفت هر مرده ای بود ایشون اون مرده رو زنده میکرد یا هر جا کوری بود ایشون شفا میداد. آقا ابو مهدی عزیز میشه آقا ابو مهدی عزیز میخوام پرانتزی کوچک میشه یه نفر بگه آقا جان حضرت علی میتونه به اذن الله خدا باشه؟ خب کسی نمیتونه چی بگه؟ برادر بزرگوار، اینی که ما میگیم به اذن الله باید آیه نص و صریحی در رابطه با اون فرد در قرآن وجود داشته باشه که خدا اذن داده باشه، مکتوب شده باشه اذن خدا. اذن خدا تا در قرآن مکتوب نشده باشه که ما نمیتونیم ادعا بکنیم این رو. بله. و این که برادرانی هم که ادعا میکنن که خداوند میگوید که شهدا در نزد خدا روزی میخورن، آیا این فردی که شهید میشه در دنیا با چه قدرت هست؟ آیا حرف همه انسانها در هر جا میشنوه؟ خب نمیشنوه. با همون قدرتی که در جهان داره، با همون توانایی که در این دنیا داره منتقل میشه به جهان دیگه. آیا برای اون در جهان دیگه توانایی بیش از توانایی این دنیا به اون شهید داده میشه که نه؟ بله. هر انسانی که در این دنیا هر توانایی چی از نظر بصری چی از نظر شنوایی داره، در جهان آخرت که منتقل میشه به جهان دیگر با همون توانایی منتقل میشه و تواناییش که اضافه نمیشه که هر کس در هر کجا اونو بخواد اون بشنوه، یا در هر کجا هر کسی که اون رو صدا بزنه یا چیزی از او بخواد اون توانایی داشته باشه بده. شما برادر بزرگوار الان در کشور دیگری هستید، آیا شما میتوانید در اینجا هر کس از شما چیزی بخواد شما از اونجا بهش بدید بدون اینکه شما در جریان قرار بگیرید؟ خب نمیتوانید، توانایی خاصی شما دارید. این یک مسئله. یک سوال دیگه داشتم از شما برادر بزرگوار. به تنها این آیه که شما استناد کردید هم نیست، آیات زیادی هست، مثل آیه 20 سوره النحل. بله. آیه 20 و 21 النحل باز بله. هم خداوند همین رو میگوید. آیات دیگری هم هست، حالا من نمیخوام وارد اونهای دیگه بشم. یک سوالی داشتم از شما برادر بزرگوار. بفرمایید. سوالم این بود که آیا این که بعضی ها میان در تلویزیون از شما کلیپ درست میکنن، میگوین یک بچه 9 ساله و 10 ساله رفته از آقای هاشمی یا از آقای کیانی سوال کرده که آقا من در مدرسه که هستم مدیر مدرسه وقتی میره به جای، به جای خودش جانشین تعیین میکنه، یا بله. وقتی معلم میره به جای برای خودش مفسر تعیین میکنه. بله. و آیا از این برادرها شما سوال کنید که وقتی این مدیر مدرسه فوت میکنه آیا خودش برای خود جانشین تعیین میکنه یا آموزش پرورش؟ جالب. وقتی مدیر مدرسه میره جایی به صورت دائم یا فوت میکنه، آیا اون مفسر کلاس دیگه جانشین اون معلم میشه یا نه؟ اینکه این معلم باید آموزش پرورش به جانشینش بهش تعیین بکنه. بله. این یک مسئله که شما این چون شبکه ولایت اینو خیلی بزرگش کرده جوابشون رو بدید. مسئله دیگه برادر بزرگوار که این حدیث ثقلین که مطرح میکنم و میگویم خداوند در گفته کتاب که میگن پیامبر فرمودن اطیع الله که مدن میخوان پیامبر فرمودن که کتاب الله شما به کتاب الله و اطرت من چنگ بزنید. بله. این من فکر میکنم خلاف آیات نص قرآن باشه، برای اینکه پیامبر نمیاد بگه که خلاف نص قرآن چیزی رو، در حالی که در قرآن اطیع الله و اطیع الرسول هست، پس ما میتونیم بگیم کتاب الله و سنتی درسته با توجه به آیات قرآن. بله. نمیدونم نظرم چجوریه، حالا باز این اگه شما لطف کنید توضیح بدید. ممنونم ابو مهدی عزیز از ایران پیامتون شنیدیم. حدیث سخنین کتاب الله و اطرتی احادیث سند صحیح در این باره وجود نداره، اما فرض را بر این میگذاریم که کتاب الله و اطرتی حدیث صحیح است، فرض را بر این میگذاریم و این اطرت هم همون اهل بیت هست، سنت نیست. کجاست؟ من میخوام اندیشه علوی را بشناسم، امین اهل عبا که شامل این اطرت میشن، اندیشه علی، اندیشه زهرا، اندیشه حسن، اندیشه حسین کجاست؟ به ما نشون بدن کجا حضرت علی در نماز گفتن که مهر گذاشته، دست باز گذاشته، اشهد ان علی ولی الله گفته، مسئله صیغه، مسئله خمس، مسئله امام زمان فرزند حسن عسکری، حضرت حسن عسکری، مسئله رجعت، مسئله بدا، مسئله عصمت کجاست؟ خب خود حضرت علی از این اعتقادات خبر نداشته، خود زهرا خبر نداشته، خود حسن حسین خبر نداشتن. خب
پس کتاب الله و اطرتی تنها به شعار که نیست. خب بیننده بعد را خواهیم شنید. خداوند در سوره فاطر آیه 22 می‌فرماید و تو نمی‌توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته‌اند برسانید. اما روحانیون ایران معتقد هستند که خداوند در این آیه والعیاذ بالله صحیح نفرموده. آقا فریدون از مشهد فرمان حضرت عالی را خواهیم شنید در این باره. بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام و رحمت الله آقا فریدون. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. ببخشید در مورد این قضیه که شما گفتین یک سوالی ازتون داشتم. بفرمایید. در یکی از جنگ‌ها که پیغمبر حضور داشتن بعد روی جنازه کسایی که کشته شده بودن رفتن، خلیفه دوم کنار پیغمبر بود. پیغمبر با کشته شدگانی که افتاده بودن صحبت کردن. بعد خلیفه دوم گفت پیغمبر این چه حرفیه که داره بینا میزنه، اینا که نمیشنون. بعد پیغمبر فرمودش که اینا الان از شما شنواترن. بله. این در مورد این چی میشه؟ بله. این قضیه بله. یکی از معجزات پیامبر خدا بود که خداوند این مردگان را در اون لحظه نسبت به فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اونها را شنواند. این معجزه مانند معجزه حضرت عیسی توضیح دادیم، معجزه حضرت موسی و دیگر معجزه پیامبران که خداوند امور خارق العاده را به دست اونها جاری می‌کرد. خب حالا یک سوال دیگه داشتم. در تشهد نماز ما به پیغمبر سلام می‌کنیم، آیا این چون پیغمبر به قول مثلا میگید فوت کرده دیگه، بله، به حساب نیست توی دنیا، در تشهد نماز که میگیم السلام علیک ای ایها النبی، وقتی ما داریم به پیغمبر سلام میکنیم، آیا اینم جزء همین آیه است؟ بله. در تشهد نماز این قضیه دو روایت هست. در واقع روایتی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمودند بعد از وفات رسول خدا ما دیگر السلام علیک ایها النبی نمیگیم، بلکه میگیم السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته، که عبدالله بن عمر فرمودند که نه خیر، من همون السلام علیک ایها النبی میگم. اما عبدالله بن مسعود فرمودند این السلام علیک ایها النبی مخصوص حیات پیامبر بود و بعد از وفات رسول خدا ما السلام علی النبی میگیم، سلام بر پیامبر خدا. و اینم یک سوال دیگه ببخشید، اینم چون حالت سوال از همین هیکل همین آیه دارم میپرسم. راحت باشه. آیه خدا، خداوند به هر کس که اراده کنه این قدرت رو میده که بتونه رابطه داشته باشه با کسایی که تو این دنیا نیستن؟ بله. در توان خداوند هیچ شکی نیست. همونطور گفتیم خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه، یا خداوند میتونه مثلا به عنوان مثال آقا بگه قیامت دیگه لغو شد، اصلا قیامتی در کار نیست، دیگه زندگی دنیا ابدی است. در توان خداوند هیچ شکی نیست، کسی نمیتونه بگه این شکی است. اما این که خداوند مغایر قانون عمل کنه نخیر، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، قانون خداوند تغییر پیدا نمیکنه. خداوند میتونه بدون ابر بارون بریزه، خداوند میتونه مثلا در فصل تابستان برف بباره، خداوند میتونه همین کارا رو انجام بده. اما سنت خداوند نیست به این که بعد از، به عنوان مثال فرضاً بعد از پیامبران به کسی وحی بشه. آفریدون عزیز از سوی خودتون قطع شد. خب بیننده بعد رو خواهیم شنید. لطف کنید آخرین تماس یا حد اکثر دو تماس، ما وقتمون خیلی محدوده. خداوند در آیه 22 سوره فاطر می‌فرماید ای محمد و تو نمی‌توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته‌اند برسانی. ترجمه مرجع عالی قدر جهان تشیع آقای ناصر مکارمی شیرازی است که در مورد آیه 22 سوره فاطر این بین سوره ترجمه کردند. خداوند می‌فرماید که کسی نمی‌تواند صدای خود را به اهل قبر برسونه، اما روحانیون معتقد هستند این صحیح نیست و خداوند ولیعاذ بالله در این آیه اشتباه فرموده و اصل بر اینه که انسان صدای مردگان صدای انسان ها رو میشنوند به خصوص شهدا. بفرمایید. سلام بر شما. آقا علی از اصفهان سلام بر شما. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. الو سلام علیکم. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. خب کنار این آیه ای که شما امروز تو برنامه‌تون مطرح کردین، من می‌خواستم به یه آیه دیگری از قرآن اشاره کنم که خداوند می‌فرمایند ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. بله. البته حالا آدرس آیه رو نمیتونم، میتونین خودتون محبت کنین پیدا کنین. خب اگر ما این دو تا آیه رو کنار هم قرار بدیم، اون وقت نتیجه میتونیم بگیریم که پس
خداوند میگه کسانی که در راه دین من و در راه من مجاهدت کنن کشته بشن، اینا دیگه جز مردگان و اموات نیستن. خب بلکه اینها حکم احیا دارن. آقا علی عزیز، آقا علی عزیز، برای که وقت خیلی محدود، من عذر میخوام، فرمان تو خط کردن گرفتیم پیام رو. من آیه 369 سوره آل عمران هست، یعنی شهدا زنده هستن، درسته یا خیر؟ پیش میکنم ببینید قرآن رو باید همش رو با هم قبول. من قبول. لا تقربوا الصلاة. آقای علی، ولا تقربوا الصلاة، میدونی برای که وقت خیلی محدود، ما 2 دقیقه وقت داریم. اگر این مطالب قبول کردم، من با شما مخالفتی ندارم. شهدا زنده هستن، درسته؟ خب امامان ما شیعیان هم که همه شون به دست، من سؤالم از امامان نیست، چرا؟ ببخشین آقا علی عزیز، من قبول، شهدا زنده هستن، درسته یا خیر؟ عامتر امامان میگه، یه حلقه گسترده‌ای از امامان همه شهدا رو میگه. بابا همه شهدا، همه شهدا از زمان حضرت آدم تا زمان امروز ما، اگر لات و منات و عزا هم شهید شدن جز این آیه وارد میشن. به هر صورت همه شهدا زنده هستن، قبول، درسته یا اشتباه؟ بله، آیه خود نفس قرآنه، ولا تحسبن الذين امواتا. قبول، به خدا قسم قبول کردم علی آقا عزیز، برای اینکه وقت خیلی محدود، من میترسم برنامه قطع بشه. الان این زندگی آیا متفاوت هست یا خیر؟ متفاوت نیست با زندگی دنیا. چی متفاوت؟ خب زندگی... از حکم آیه که شما شاهدتونه خارج شد دیگه، یعنی میگه آقای علی عزیز، آقای علی عزیز، به خدا چرا شما حاضر نیستین 4 کلمه بحث درست حسابی با هم دیگه بکنیم؟ آیا این زندگی که در این آیه ذکر شده با زندگی دنیا تفاوتی داره یا خیر؟ مثل زندگی دنیاست؟ یعنی میشنم این رتبه من... برتر و والاتره. خب. تو میگه نزد خدا برتر رو نمیخورن. خب. یعنی خب. پس مرده نیستن، نمرده اند، درسته؟ احیان اند ربهم. خب. بله درسته، دقیقا. خب. پس چرا زنانشون بعد از بعد از مرگ در واقع میرن شوهرای دیگه میگیرن؟ مگر یه زن میتونه 2 شوهر در یک آن داشته باشه؟ اینا که نمردن، زنده هستن. اونا در حوزه عالم ماده این کارو میکنن. خب در پس حوزه تفاوت داره. خب پس این احیای این در رب بهم، پس شما این پس... دو تا آیه رو کنار هم بذارید. آقای علی، آقای علی عزیز، آقای علی عزیز، این که آنها امامان ما زنده هستند، صدای ما رو میشنوند. خب. و میتوانند در درگاه الهی شفیع ما باشند، شفیع نیازهای ما باشند، و برای همین ما به درگاه اونها با اذن الهی عرض حاضر خواهیم. آیا این شهدا عمومیت دار یا خیر؟ فقط برای شهدای یعنی هر شهیدی میتونه در این آیه وارد میشه یا خیر؟ صداتون آقای هاشمی قطع و وصل میشه. آیا برای شهدا عمومیت دار این آیه یا خیر؟ مخصوص افراد ویژه است و اون کسانی که شما انتخاب میفرمایید. شهدایی که در راه خداوند خب. مجاهدت فی سبیل الله خب. قیدش اگر در خب. راه خدا کشته شده باشه، اگر ثابت شد، امروز ثابت شد که لات و منات و عزا در راه خدا شهید شدن، آیا کسی میتونه از لات و منات و عزا کمک بخواد؟ با شما هم مثل اینه که بگیم اگه تونستیم با یه سطل ماست دریا رو دوغ کنیم، میتونن همه دوغشو بخورن. بابا این اون نیست. آقا بررسی تاریخ، بررسی تاریخ، شما که نمیتونیم یه دریا رو با یه سطل ماست. آقای محترم، آقای علی عزیز، بررسی تاریخ، تاریخ ثابت شد که در لات و منات و عزا بزرگان صالحی بودن که از دنیا رفته بودن، این که در کتب شیعه و سنی هست. این بزرگان صالح ثابت بشه، تاریخ بررسی بکنیم ببینیم که آقا جان در یه جنگی علی کفار شهید شدن. من حالا یه نکته رو عرض بکنم آقای هاشمی. ببینید شما یک آیه از قرآن امروز در برنامه‌تون عنوان کردین، من خواستم یه آیه دیگه از قرآن کنارش بذارم، 100% مخالفه. حالا امکانش هست ما بتونیم عوامل دیگری رو از خود قرآن و از خارج قرآن باز بیاریم زمینه بکنیم، بگیم آیا همه داخلن، چه افرادی داخلن، چه افرادی علی. از این حکم آقای علی شما خودتون اعتراف فرمودید، برای اینکه آقای علی من می‌خواستم از آیه از قرآن همه چیزو زیر سوال. آقای علی شما خودتون اعتراف فرمودید، خدا خودتون شما خودتون اعتراف فرمودید که این احیا با احیای در دنیا متفاوت هست و این احیا احیایی نیست که بخوره، احیایی نیست که بنوشه، احیایی نیست که بشنوه، احیایی نیست که راه بره، احیایی نیست که سخن بگه، ازدواج، این احیا عند ربهم متفاوت هست. پس این تفاوت شما چگونه شنیدن را در این احیا قرار دادین؟ استفاده کنین از صریح قرآن استفاده کنین. آقای علی داریم میبینیم هر واژه ها احیا وقت ما به پایان رسید. آقا متشکرم، بر صورت چگونه زدن ملت عزیز، شما ببینید مباحث به این صورت بحث و گفتگو کردن آیا به نتیجه انسان میرسه؟ چون این افراد بنا ندارن به دنبال حق و حقیقت، یا اینکه بنا ندارن خیلی از این افراد به نتیجه برسن. مبحث اینه که
آب رو گلالود کردن، این که در اون آب زلال کسی شفافیت آب رو نبینه، گلالود بشه. خودتون اعتراف فرمودید اگر این احیا با احیای زندگی دنیا متفاوته، به همین خاطر زنش میره همسر دیگه میگیره، شوهر دیگه میگیره، اموالش تقسیم میشه به عنوان میراث، و این فرمان خود حضرت حسن و حسین هست، فرمان خود اهل بیت هست. زمانی که معتقد بودن، بعضی از کسانی معتقد بودن که امام زمان خود حضرت علی است، میگفتن که پس چطور ما اموالش رو تقسیم کردیم؟ متشکرم از شما جان بیان شادی برام بدین. اگر تعابیر مطالب کار و احساسات شما را آزرده خاطر کرد، من سیمان عذر میخوام. تا قسم دیگر خدایا نگهدارتون، موفق و سربلند باشین. کلیپی از هدایت یافتگان مسیحی رو با هم دیگر میشنویم.